زمان قدیم پادشاه بود و او جادو کرده داشت. چون جادوگر پیرگشت به پادشاه گفت من پیر شدم و علامتی پیری به سر آمده است، جوانی را به نزدم بفرست تا به او سحر و جادو را بیاموزم. پادشاه جوان زیرکی را به نزد او فرستاد. آن جوان هر روز به خانه ساحر می رفت و از وی علم سحر می آموخت. روز در راه به مرد راهب اکتوپرست واخورد. چون به او گوش داد، سخنانش به وی پسند و معقول آمد. جوان دیگر هر روز اول به نزد آن مرد صالح می رفت و از وی اکتوپرستی و ایمان را می آموخت. پس از آن به نزد ساحر می آمد. روز در راه به جانوری بزرگ واخورد که راه مردم را آن جانور بسته بود. جوان به خود گفت امروز روزی است که من باید بدانم که ساحر بهتر است یا راهب. پس زود سنگ را برداشت و گفت بار الها، اگر امر راهب پیش تو از امر ساحر بهتر باشد، پس این جانور را بکش تا مردم بگذرند. و سنگ را به سوی آن جانور پرتافت. جانور با یک ضربه سنگ جان بداد. پس جوان از آنجا به نزد راهب آمد و حادثه را نقل کرد. راهب گفت امروز تو از من بهتر و کار تو به جای رسیده است که زود است به امتحان سخت روبرو خواهی شد. از کرامت این غلام این بود که همه قرآن مادرزاد و پیسان را به دعایش شفا می داد. همچنین به دوست پادشاه که نابینا گشته بود خبر را می شنود و به غلام مال و هدیه بسیار می رساند. و جوان می گوید اگر مرا شفا بخشی این همه مال از آن تو می گردد. جوان گفت من کسی را شفا نمی بخشم، شفا بخش تنها الله است. اگر تو به الله ایمان بیاری من دعا می کنم پس تو را الله شفا می دهد. پس آن مرد به الله ایمان می آورد، الله را شفا می دهد. آن مرد وقتی که به مجلس پادشاه بازگشت، پادشاه گفت بینایی و چشم تو را کی بینا کرد؟ گفت پروردگارم. پادشاه پرسید که آیا غیر از من پروردگار داری؟ مرد گفت پروردگاری من پروردگار تو الله است. پادشاه در غضب شد و او را در سکنجه و عذاب داد تا اینکه نام جوان را گفت. پس جوان را به نزد پادشاه آوردند و پادشاه به وی گفت ای پسرم، آیا سحر تو به جای رسیده است که تو نابینا را بینا می‌گردانی؟ جوان گفت من کسی را شفا نمی‌بخشم، این همه از نزد الله است که بندگانش را شفا می‌دهد. پس پادشاه این جوان را نیز مورد شکنجه و عذاب قرار داد تا اینکه جوان از راهب به پادشاه خبر داد. و نزد پادشاه راهب را آوردند و به وی گفتند که از دینت بگرد، لیکن راهب سخن پادشاه را رد کرد و بر دین خود استوار گردید. پادشاه امر کرد که ار را بیارند و آن را به فرق سرش نهاده به دو تقسیم کنند. پس هم نشین پادشاه را آوردند و او نیز گفته شد که از دینت برگرد، لیکن او هم نیز استوار استاد. اره را بر فرق او گذاشته و او را نیز دو تقسیم کردند. پس غلام را آوردند و به او گفته شد که از دینت بازگرد. جوان رد کرد. پس پادشاه گفت او را به قله بلند کوه برآرید و زیر پرتوید. وقت جوان را به کله آن کوه برآوردند، گفت جوان بار الها، هر چی تو خواستی باشی همان بکن، تنها تو کفایت کننده اینها هستی. پس کوه به لرزه در آمد و همه به زیر آن افتیدند. آن جوان تنها به نزد پادشاه برگشت. پادشاه پرسید کنی همراهانت؟ فرمود الله مرا از آنها کفایت نمود. پس پادشاه او را به گروه دیگر سپارید تا که به کشتی نشان و به بحر روند. وقتی که او را به میان بحر بردند، باز جوان دعا کرد بار الها، مرا به هر چی خواستی باشی از اینها کفایت بکن. پس کشتی چپه گشت و همه غرق شدند و جوان تنها به نزد پادشاه برگشت. پادشاه پرسید همراهانت به تو چه کردند؟ گفت الله مرا از آنها نجات داد. و اینچنین پادشاه گفت مرا کشته نمیتوانی مگر هر چی به تو بگویم آن را انجام دهی. پرسید پادشاه چیکار است؟ جوان فرمود مردم را به میدانی کشاده جمع می نمایی و مرا به چوب می بندی و تیر را می گیری، می گویی بسم الله رب الغلام و نام الله پروردگار این جوان است و مرا می زنی. وقتی چنین کردی مرا خواهی کشت. پادشاه چنین کرد و تیر را به نام الله آن جوان سر داد. او جوان وفات کرد. مردم پس از این حدیثه همه گفتند به الله این جوان ایمان آوردیم. پادشاه به سری کفر و طغیان فرمود و در غوزه های کوچه ها خندق بکنند و در آن آتش سر دهند. پس فرمود داد که کسی از دینش نگردد و او به آتش پرتویند. حتی نوبت زنی آمد که به کودک شیرخوارش به سوی خندق آتش کشیده شد. زن به کودکش نگاه کرد. کودک به زبان در آمده می گوید مادرم صبر کن که تو با حق هستی. آنها اصحاب اخدود هستند که الله به ما در قرآن خبر داده می گوید. قال تعالی قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.